بینندگان پرمهر و با وفای برنامه در پیشگاه تاریخ، من قاسم بیات و دوست و همکار ارجمندم جناب ناصر شاهین‌پر امروز هم این سعادت رو داریم که میهمان شما هستیم. امیدواریم آنچه که عرضه می‌کنیم برای شما مفید باشه. اجازه بفرمایید تا جناب شاهین‌پر هم فرصت احوال پرسی با ما رو داشته باشند. من هم عرض سلام دارم، عرض ارادت دارم به همه بینندگان، هموطنان عزیزم و جناب علی و دوستمون در استودیو. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، در چند هفته گذشته جناب شاهین‌پر درباره بندهایی از منشور جهانی حقوق بشر که یکی از نتایج بیداری وجدان جمعی از نخبگان عالم انسانی است پس از بیداد جنگ‌های اول و دوم جهانی و کشتار بیش از 100 میلیون انسان و ویرانی بخشی وسیع از دنیای صنعتی آن زمان بوده، ادامه می‌دهند. این آمار رو ذکر کردم تا اهمیت چنین منشوری برای ما بیشتر باشه. و من پس از ایشان درباره تحولات عظیم دیگری که نتیجه بیداری وجدان انسانی در طول دو سده گذشته است سخن میگویم. پس اجازه بفرمایید تا جناب شاهین‌پر مثل همیشه بخش آغازین این برنامه رو به عهده داشته باشند. خواهش میکنم بفرمایید. من در خدمتتون هستم با سلام مجدد به همه عزیزانم. ما داشتیم راجع به حقوق بشر و مواد منشور حقوق بشر این حرف میزدیم که تو این یه هفته گذشته، یعنی تو این 8 روز گذشته در جهان حوادثی رخ داد که ربطی نیست با مسائلی که ما اجرا بسر میکردیم. من جمله این که یه آدمی در سوئد یه کتابی رو که یه قرآنه و به سوئدی ترجمه شده رو برداشته آتیش زده یا پاره کرده و بی احترامی کرده، و در جهان اسلام هم بلوایی به پا شده. در درجه اول اون آدم سوئدی نداشته این کارو بکنه. ما همه وظیفه داریم که به عقاید دیگران احترام بگذاریم. ما همه وظیفه داریم که حفظ کنیم اشخاص رو با عقاید مختلف، با نظریات مختلف، ازشون دفاع کنیم. من اگر نیکم اگر بد به تو چه؟ این ببینید، ما این افکار رو داشتیم تو خودمون که این شعرها از وسطمون بیرون اومده دیگه، درسته؟ حالا این آدم کار بسیار بسیار بدی کرده. این آدم کاری کرده در اشل یک میلیونیم کاری که بقیه با همدیگه انجام دادن. یک کتابی که با جملات و کلمات سوئدی نوشته شده بوده، معلوم نیست ترجمه چی بوده، معلوم نیست اصلا اون کتاب واقعا توش چی نوشته شده بوده، بسو پاره کرده و اونم چکار کرده. تماشاچی هم نداشته، مشارکت کننده ای هم نداشته، تظاهراتی هم وجود نداشته، حتی یه خانمی هم اونجا داشته رد میشه دل نگاه کرده گفته تو چرا به عقاید دیگران بی احترامی میکنی؟ یعنی حداقل میشه گفتش که این دنیا دنیاییه که همچین آدمی تماشاچی نداره. اما در جهان اسلام ولوله افتاده. ببینیم که ریشه های این چیه. من از هفته پیش تا به حال خیلی تو فکر این رفتم، حتی آقای دکترم که با من صحبت کرده، خب میدونید شما هم بگید میدونید که دکتر یا آدم مؤمنه یا آدم با ایمانه، ایمان به یک دین داره و قرص و محکم ایستاده، خوش به حالش که داره، واقعا خوش به حالش، برای که هر آدمی که به یک جایی ایمان داشته باشه، به یک جایی متکی باشه و بر اساس اون ایمان و اتکای به اون نقطه اعمال خودشو بسنجه و عمل بکنه بهش، کم این نهایت تکامل یک انسانه. کمان که من از همین آقای دکتر یک انسان وارسته خوب میبینم،
برخلاف یه آخوند مسلمان، برخلاف یه مؤمن مسلمان، برخلاف یه آدمی که پیشونیشو سیاه کرده با مرغ. میبینیم همینطور این عکس ها و این فیلم ها و این اخباری میبینیم که قاری قرآن با زن شوهردار داره میخوابه، اون یکی داره لبات میکنه، فیلماشون در میاد. اینا به چی ایمان دارن؟ اینا تو چه مکتبی دارن فکر میکنن؟ پیرو به چه مکتبی؟ نه، من به اون کشکیاتش کار ندارم، من به اصلیاتش کار دارم. حالا بیایم و بگیم که خیلی خوب، این جهان اعتقاد به یک نقطه مهم ایمانی داشته که تمام کار روزانه شد، هستی شد، زندگی شد بر اون تنظیم کنه. مثلا فرض کنیم حضرت مولانا، این تمام شبان روزش رو بر اساس یک فکر، یک موضوع تنظیم کرده، با اون فکر و با اون موضوع بیدار مونده، خوابیده، حرف زده، شعر گفته، هر کاری کرده سوار بر اون فکر بوده و یه زندگی رو به این شکل گذرونده و رفته. خب این فرق داره با آدمی که تظاهر میکنه، پیشونیش رو سیاه میکنه که من آدم مؤمنی هستم، و بعد همین آدم میاد میگه که هر کسی که مثل من نیست اصلا باید کشته شه. حالا بیایم اینو برگردیم به تاریخ، برگردیم گذشته های دور، ببینیم که چگونه شد که اینطور شد. زمانی که مردم دنیا بت پرست بودند، اگر شما تاریخ اجتماعات بشر مثلا 500-600 سال قبل از میلاد مسیح رو، که البته اون موقع یهودیت هم یه گوشهی بوده، متهم میشه این آدم های قلیلی بودن، کم بودن، اگر تاریخ اجتماعی این مردم رو بخونید، مطالعه کنید، متوجه میشید که گله به گله یک معبدی بوده، تو اون معبده خدا بوده و هر معبدی خدای خودش داشت. تعداد خدایان دست کمی از تعداد خود مردم نداشتی. خب اینا این دنیای بت‌پرستی بوده. همین مکه میدونید که از چی به چی تحول پیدا کرده؟ از 360 بت به یک بت تحول پیدا کرده و شده یک تا پرستی. یکی از اون بتایی هم که قبلا اونجا بوده اسمش الله بوده، این الله مونده. حالا اینطوری شد، حالا این مردم با هم دیگه می ساختن، زندگی می کردن، تو سرکله هم دیگه نمی زدن. این خدایان بندگان خودشون رو به جنگ هم دیگه نمی انداختند. در هند، در مصر، در بابل، بین النهرین، هر جای دنیا که شما پاتو نمیذاشتید خدایان متعددی میدیدید و این خدایان داشتن کارهای خودشونی میکردن و مردم به اینا اعتقاد داشتن و اصلا در تاریخ بشریت ثبت نشده که طرفداران فلان بت در مصر با طرفداران فلان بت در بین النهرین بیان بجنگن، بگن شما برحق نیستید، بمادیم با شما جهاد کنیم. درست از زمانی که یکتا پرستی در دنیا متداول شد که این یکتا پرستی رو این یهودی هم داشتند. یهودی هم یه یهوه داشتند، بعدم پیغمبران رو متعدد داشتند، راهنمایانی داشتند، یه ساختمان ذهنی داشتن که ما امروز داریم به اینا میگیم قوم یهود، نمیگیم دین یهود. چرا؟ برای که اینا به شاهشون هم میگفتن پیغمبر، به یه آدم نصیحت کننده شون هم میگفتن پیغمبر. اینی که مدعی هم که 124 هزار پیغمبر داشتن دلیلش اینه که تمام شاهان هم پیغمبر بودن. شما بسیار از این پادشاهان پیغمبر رو میشناسید، مثل سلیمان.
و خیلی های دیگه. بگذاریم. اما زمانی که یک دین یک تا پرستی دیگه ای به وجود میاد به نام مسیحیت، که خود مسیح از وسط یهودی ها بلند شد، یه یهودی بود و یه حرفایی زد که یه مقدار متفاوت بود با حرفای یهودی ها، و یهودی ها شروع کردن به دشمنی با اون. این دشمنی منجر میشه به کشته شدن مسیح. بعد مسیحی های بعد از حضرت مسیح میگن شما مردمان کافری هستید که مسیح ما رو کشتید، شما قاتل مسیح ما هستید. و از اون به بعد یهودی کشید، چون مسیحیت هم دولت ها بعد از 2300 سال آرام آرام شروع میکنن به پذیرفتن این دین و میکنن دین رسمی خودشون، و بالاخره یه دولت مقتدری مثل روم مسیحی میشه به وسیله اون کنستانتین. از این به بعد یکی از ثوابها این بوده که یهودی ها رو بکشن، یهودی ها رو در بدر بکنن، برن بریزن انبارش رو غارت کنن، خانه و زندگیش رو آتیش بزنن. یهودی کشی، و حالا در تمدن امروزی اسمش گذاشتن یهودی ستیزی. این نه، این در حقیقت یهودی ستیزی در دل یهودی کشی بوده، عمده کار اون بوده. در مسیر یهودی ستیزی فرهنگ سازی شده، من جمله این که مسیحی ها به بچه های خودشون یاد دادن که این یهودی ها بچه های مسیحی رو میگیرن، خونشون رو میکشن بیرون، باهاش اون فطیر عید فصح رو درست میکنن. این فطیر، نان فطیر عید فصح چیه؟ عیدی که یهودی ها دارن، این از خون یه بچه مسیحیه. این نفرت رو دامن میزنن با این کار. با دامن زدن این نفرت، این نفرت میشه تاریخی، میشه ژنتیک. کار به جایی میرسه که اگر در یک شهری تا اون میامده میگفتن باید بریم یهودی ها رو بکشیم تا شهر از تا اون نجات پیدا بکنیم. تا این میزان میره تو باور مردم. خب اگر مردمی در تمام طول قرون وسطا، یعنی هزار سال، باور داشتن که با کشتن یهودی تا اون از شهر بیرون میره، این نهایت گمراهی نبود؟ این نهایت بدبختی نبود؟ این کشته شدن آدم به دست آدم به دلیلی که اون میگه که من خدام این شکلیه، تو میگه من خدام این شکلیه، هر دو هم مدعی هستید یک تا پرستید، بت پرست نیستید، این کار به جایی میرسه که ویران کردن کنیسه ها جز قوانین بعضی از کشورها میشه. اینی که امروز، حالا من چرا حرفامو مسیریشو آوردم اینجا، برای اینکه در هفته پیشم یه ایمیل خیلی مفصل یادم نیست چی بود، حالا ممکن اشتباه کنم، برای که این ایمیل ها زیاد در من به حال، یه هموطن ایرانی داشت میگه بچه من به شدت ضد یهوده، من ندارم چیکارش بود، من میخوام به اون هموطنم بگم که این ضد یهودی بودن بچه تو تقصیر بچه تو نیست، تقصیر این جامعه، این کل جامعه و تاریخشه. حالا برو زحمت بکش کار کن رو بچت، که وادارش کن بچت این حرفا رو بشنوه. اینی که یهودی ها میان تو شهرهای مختلف آب آشامیدنی مردم رو مسموم میکنن، این نوع اتهامات رو، تو خدا پرستی؟
تو برای رسیدن به نقطه ایمانی یک گروه از مردم رو بهشون این اتهام سنگین رو میزنی؟ تو دیدی به چشمت که یه یهودی رفته سم ریخته تو آب، تو آبنبار یا تو چشمه یا هر جایی؟ و کدای تاریخ شما شهادت دادید، ثبت کردید که اهالی یک شهر در اثر نوشیدن آب مسموم اکثرشون دچار مسمومیت شدن؟ یه ده مردن، یه ده سالم. در این حال که یک چنین خبری در کل عالم، در کره زمین مشاهده نشده، گفته نشده، اما اینی که یهودی ها آب شهرها رو مسموم میکنن که مردم کشیشن پیوسته باقی مونده. یعنی چی؟ یعنی این که به اعتقاد من این یک تا پرستی ها به جایی که عقل بیاره، به جایی که خردورزی بیاره، به جایی که دانش بشری رو بهش کمک بکنه، جهل آورده با خودش. این جهالت بشری بوده که این هم آدم کشته. حالا این بین دوتا دینه، خیال نکنید که در داخل یک دین، در داخل مسیحیت، بین این پروتستان ها و کاتولیک ها میدونید چه خون ریزی های عظیمی رخ داده؟ اگر نمیدونید مثلا برید اون داستان حکایت سنبارتمی رو بخونید، متوجه میشید که چگونه با چه شقاوتی در یک شهر مردم برنامه ریزی میکنن که تمام پروتستان ها رو بکشن. و برای این کار قبلا رفتن یک قبر دست جمعی خفت کردن در خارج از شهر، بعد عرابه هایی درست کردن که اجساد از خیابون ها و کوچه های شهر جمع کنن ببرن. تا این میزان آدم کشی در داخل مسیحیت، در داخل اسلام، مگر غیر از این بوده؟ مگر در داخل اسلام که هم شیعه، هم سنی، هم زیدیه، هم هفت امامی، هم چهار امامی، هم یازده امامی، همه اینا، اینا تعدادشون زیاد، مگه همه اینا به حضرت رسول اکرم اعتقاد ندارن؟ خودشون رو امت اون نمیدونن؟ همه اینا هم قرآن میخونند. اگر همه اینا قرآن میخونند و قرآن کتاب تعلیم و تربیت این آدم هاست، پس چرا این گونه شیعه و سنی هم دیگر رو کشتن؟ پس چرا این میزان مردم اسماعیلیه در سر تا سر جهان اسلام کشته شدند؟ این جنگ های بین سپاه اسلام و زیدیه چی بود؟ این 400 سال آدم کشی؟ 400 سال با زیدیه جنگیدن، این زیدیه زنهای متعدد میگرفتن، بچه زیاد پس انداز میکردن که بتونن لشکر فراهم کنن با مسلمان ها بزن. میزان خونریزی در داخل شهرهای ایران زیر حکومتهای مختلف، شما نگاه میکنی میبینی که تو دستگاه دولتی، تو دربار همه شافعی هست، حالا یک نفر پیدا میشه که این شیعه هست، 15 ساله داره خدمت میکنه، که این مدت که داشته خدمت میکرده خدمت صادقانه ای کرده، خیانتی ازش سر نزده، جرمی ازش سر نزده، خوب کار کرده، ولی حالا چون شیعه هست باید بزننش، بیرونش کنن، نمیدونم بی خانمانش کنن، هر بلا که میخوان سرش بیارن. حکایت از این قرار بودی؟
تو که به قرآن خودت احترام میگذاری؟ آیا به همه کسانی که به قرآن احترام میگذارند احترام گذاشتی؟ این تویی که سبب شدی یک بیگانه بگه آقا این پوچه، این توش چی نیست، پس میشه پارش کرد، میشه آتیشش زد. این کارو تو کردی، تو یاد دادی به یارو. برای که در طول 1400-500 سال گذشته مسلمان که مسلمان رو کشته هزاران بار بیش از کشته هایی بوده که مسلمان ها کافرها رو کشته باشن، که خود اونش هم کار غلطی بوده. به چه دلیلی یه دینی بیاد سر یکی از شرایط دینش این باشه که من کافر رو بکشم، من مرتد رو بکشم؟ حداقل من به شما بگم که همین مسیحی که امروز اشتباه کرده، غلط زیادی کرده، به کتاب آسمانی مسلمان ها توهین کرده، هرگز این کار نکرده. تمام عمر به دلیل اینکه اسم خدای من با اسم خدای تو فرق داره. پیغمبرامون همونان، من هم مثل تو حضرت داوود، حضرت یوسف، حضرت یونس احترام میگذارم. حتی اگر کسی بیاد بگه که آقا حضرت یونس نمیتونه 3-4 روز تو دهن ماهی زنده بمونه، این حرفا درست نیست، میگیرن اعدامش میکنند مسلمان ها. دیدیم که کردند. تویی که به پیغمبران یهود انقدر احترام میگذاری، چرا اموال یهودی رو مصادره میکنی؟ چرا یهودی ها رو بی خانمان در به در میکنی؟ چرا وادارشون میکنی که تو گتو زندگی کنن؟ چرا وادارشون میکنی که در روزهای بارانی یه طرفه روی الاغ و اسب بنشینن که مشخص بشن که نم باران توی مسلمان رو نجس نکنه؟ بنابراین من نگاه میکنم میبینم که جهل انسانی با یکتاپرستی قوت گرفت. حتی یعنی اون چه که این ادیان یکتاپرستی اومدند، این حرف که میزنم متناقض با تمام حرفایی که من و آقای دکتر میزنیم نیستا، چون بهاییت مال جهان مدرنه و بهاییت یه دستورالعمل اخلاقیه، یه دستورالعمل برای زندگیه. این آقایون هم وعده بهشت به هیچ کدوم شما ندادند، وعده زندگی دادند، دستورالعملشون هم ساختن زندگیه. به این دلیل هم من دوستشون دارم. این فرق داره با این حرفایی که در مورد ادیان تاریخی گذشته ما داریم میزنیم. بله، خب این ها تمام این یه چیزی من به شما بگم. در قرن 14 در آلمان خانواده های یهودی، بزرگ خانواده، پدر خانواده یک چاقوی بسیار بسیار تیزی رو در یه جایی تو خانه پنهان میکرد که وقتی هجوم میارند این خودش بلندشه زنش و بچهشو شارگاشون رو بزنه، شارگ خودشم بزنه، که گرفتار توحش این مسیحی‌ها نشه. این میزان توحش که تو بری توی خانواده زن و بچه خانواده رو بگیری، بهش تجاوز ناموسی بکنی، بعد قطعش بکنی، به طوری که پدر خانواده رضایت بده اینجوری بچه هاش و زنش کشته شد،
به دست خودش این کارو کرد. تو آدم متدینی هستی، تو آدم خوبی هستی، تو تمام طول سابقه زندگیت آقای مسیحی این کارا رو کردی. نه مسیحیه، مسلمونم همینطور. یک چیزهایی در یک قومی میمونه به طور طبیعی میمونه. حالا من اینا رو گفتم، بگذارید حالا بحث رو انداختیم توی این مسیر دیگه، بهتره که تو همین مسیر هم ادامه بدی. اون این است که شما به قوم یهود گفتی که تو صنعت نره، نمیتونه تجارت خونه باز کنه، نمیتونه مدرسه داشته باشه، تو مدرسه خودتم که راش نمید، چیکار کنه؟ این میاد شروع میکنه به کارهای پنهانی. یکی از کارهای پنهانیش این بوده که پول قرض بده، با بهره پول کار بکنه، چون در ادیان شما نزول خاری، هم کلیسا هم مسجد، هر دو نزول خاری رو حرام کرده بودن. مردم هم به پول احتیاج داشتن برای توسعه کار کسبشون و آمادگی داشتن که این بهره پول رو بدن، میرفتن از یهودیه میگرفتن. در نتیجه در قرن 19 این یهودیه بود که بزرگترین بانک های دنیا رو صاحب شد. شما اگر نگاه کنید به بانک های بزرگ و پولدار اروپا، میبینید که همه مال خاندان های یهودیه. یهودیه مجبور شد بره دنبال کارهایی که برای خود مسلمون ها ممنوع بوده. مثلا اون چیزی که ما بهش میگیم مطربی، یعنی ایجاد طرب، نوازندگی، رقص، آوازخوانی، میرفت این کارو میکرد. که همین مسلمون ها موقعی که عروسی میگیرن یا جشنهای، حتی جشنهای وابسته به جشنهای مذهبی مثل مولوی خانی، نمیدونم چی میگن، این کار رو میکنن، اینا رو دعوت کنن بیان براشون تار بزنن، دنبک بزنن، آواز بخونن، برقصن. حالا شما نگاه میکنید ببینید که مشهورترین موسیقیدارهای دنیا از تو دل یهودی ها بیرون آمده. خلاصه کنم بهتون، تا شب نمیتونم تودش بدم. نگاه کنید ببینید یهودی ها چند درصد مردم دنیا رو تشکیل میدن و چند درصد جوایز نوبل رو اینا گرفتن. در پزشکی، در هنر، در نویسندگی، در فلسفه، در فیزیک، وقتی خوب نگاه میکنید میبینید که مجموعه محرومیت هایی که جوامع بشری به اینها تحمیل کرده و اینا خواستن زنده بمونن، دست به یه کارهایی زدن و بعد در عصر روشنگری که اون کارها دیگه حالا زیاد بد نبوده، رو شده، استادش اینا بودن. اون وقت باز یه احمق دیگری پیدا میشه میگه که اینها خونه این مردم رو دارن میخورن، اینا دارن مردم رو. آره، اینها بلد بودند، یاد گرفته بودند که در مقابل مظالم مستمر شما مسیحی ها، شما مسلمان ها چگونه زندگی بکنن. در نتیجه اگر در آلمان هم یه نفر بقالی داشت، یهودیه بقالیش بیشتر کار میکرد، بهتر کار میکرد، یا هر صنعتی، هر شغلی. و تمام بدبختی آلمان رو آقای هیتلر در وجود اینا میدید. و قدم اول کارش نابودی همه یهودی های دنیا بود که اون فاجعه رو بار آورد که میدونی و میبینی. یک جا در طول تاریخ
فقط یک اون موقعی که مسلمان ها رفتن و اسپانیا رو گرفتند، شهر قرناطه، منطقه قرناطه یهودی نشین بود و اون امیران مسلمان یعنی خلفای فاطمی اینا رو آزاد گذاشتن که کارشون رو بکنن و زندگیشون رو بکنن. من میخوام این یک نکته رو بگم، این عمومیت نداشته در اسلام، یه استثناء بوده. اما به مجردی که مسیحی ها مسلمان ها رو از اسپانیا خارج میکنند، همین یهودی ها که در زمان اون فاطمیان به کار و رونق و پیشرفت و ثروت و به همه چیز رسیده بودن، میریزن نابودشون، تمام اموالشون رو غارت میکنن، خودشون از شهرها بیرون میکنن، میکشن، میسوزن. این کارنامه یه توی مسیحیه. تو با توهین کردن به کتاب مقدس یه دین دیگه هیچ چیزی رو اصلاح نکردی. بشریت نقطه ضعفایی داره، بشریت گرفتاری‌هایی داره که راه حل‌های دیگری داره جز این که تو یک کتابی رو برداری پاره کنی یا توهین کنی بهش. هر وقتم به یه قومی، به یه ملتی رو از زیر این تنگناها بیرون بیارید که در مورد همین یهودی ها تو منطقه قرناطه گرانادا تاریخ نشون داده که وقتی اینا رو آزاد گذاشتن، بالاترین حد ثروت که سهله، بالاترین حد پزشکی، هنر در این منطقه به وجود آمد. از تو به بالاترین حد ممکن به پیشرفت و تحول انسان خیانت کردی. یه مقدار من یادداشت کرده بودم راجع به این مسائل، یه صرف نظر میکنم از گفتنش، چون نمیدونم چقدر وقت دارم و تا کجا هستیم، چیکار داریم میکنیم اصلا. و اینی که بحثمون به طور کلی عوض شد، به یک نکته برسیم، نتیجه گیری کنم، اون این است که اگر شما در این جهان، در این کره زمین میخواید زندگی کنید، میخواید که خوشبخت باشید، میخواید به شما بگن انسان، باید یه موجود دیگری رو هم به عنوان انسان بپذیر. تا زمانی که فکر کنی تو آدم برجسته‌ای هستی، تو میدونی و دیگران نمیدونن، تو برحقی و دیگران برحق نیستند، نه تنها جنگ و خونریزی هست، این جهان به اون صورتی که ببینید، بذارید از اینجا بذارم، از عصر روشنگری به این طرف که این ماجراها کمتر شده، این گرفتاری بشری، یهودی کشی، ستیز دارم کاتولیک و پروتستان، سنی و شیعه، اینا کمتر شده که متعلق به عصر روشنگری است. جهان سرعت تحولش از سال به روز، از روز به ساعت رسید. واقعا امروز ساعت به ساعته که جهان داره متحول میشه و میره جایی که یک ساعت پیش نبود. خب اگر بشر میتونه زندگی رو تا این حد متحول بکنه و تنگ اندیشی، تنگ نظری و اینکه فکر کنیم چون تو اینطوری فکر میکنی لایق زندگی نیستی، نه تنها حرف غلطیه، حداقل اینه که ثابت میکنه که تو انسان این عصر نیستی، تا
تو انسان اصل روشنگری نیستی، متعلق به قدیمی، متعلق به قرون وسطایی، حالا سوئدی هستی سوئدی باش. بعد عکس‌العملی که میخوام بهش نشون بدم، ایرانی هستی پاکستانی هستی، حالا میخوای بریزی آتیش بزنی بکشی. و تو هم که رفتی چند سال پیش یه باشگاه بود، کلوب بود، چی بود برای یهودی ها تو آرژانتین، کجا گم گذاشتی 85-86 نفر کشتی، چرا این کارو کردی؟ اگر اون کتاب این دستورات رو به تو داده که اگر یه جایی 80-100 یهودی جمعن دارن حرف خودشون میزنن کار خودشون میکنن، تو باید بری بمب بذاری اینا رو بکشی؟ اگر اینا رو از این کتابه یاد گرفتی، خب یه نفر دیگه هم به خودش حق میده که این کتابه رو بسوزونه. پیروان ادیان باید یه مقدار فکر کنند که برای چی پیرو این دینن، برای اینکه انسان بهتری باشن یا انسان بدتری باشن. نمیشه که تمام هستی رو، تمام زندگی رو شما بگذاری فقط بگی من مسلمانم یا فقط من مسیحیم. همین مسیحیت رو من بذارید من از مسیحیت خالص نشم. همین الان، همین سال 2023 اگر آمار بگیرن در آمریکا، در آمریکا اگر آمار بگیرن، به شما اطمینان میدم که بیش از 50% مردم آمریکا حاضر نیستن همسایه یهودی داشته باشند. چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه آمارگیری 40 سال پیش، 42 سال پیش 67% یه نشون بود. من آماری جدید تر از اون ندارم. و چه جمعیتی؟ جمعیتی که کمتر از 50%ش به کلیسا میرند، در این حالی که به کلیسا رفتن رو فراموش داره میکنه، دشمنی با یهودیت رو فراموش نمیخواد بکنه. یه خود فکر کنید روی اینا، این خیلی عجیبه که آمار نشون میده که یه حدود 60% مردم آمریکا چندان اعتقاد به کلیسا رفتن ندارن. به این معنی که ممکنه 67%، 70% مردم به کلیسا برند، ولی وقتی که آمار میگیری مطالعه میکنی نتایج آماری چیزی دیگری به تو میگه. میگه از این 67% مردمی که میرفتن به کلیسا، 15%شون، 20%شون به خاطر حفظ آبرو و اینی که جلوی همسایه ها آدم بدی تلقی نشن رفتن. یه درصدی به این دلیل رفتن که از طریق کلیسا بتونن به مزایایی برسند، مشاغلی بگیرن. یه درصدی به این دلیل رفتن که در انتخابات محلی بتونن برنده بشند. اگه اینا رو حذف کنی، کمتر از 50% با ایمان واثق، با ایمان کامل رفتن به کلیسا. این عدد رو بذارید کنار، ولی یه آمار دیگه تو همین جامعه نشون میده که بیشتر از 50% مردم آمریکایی نمیخوان با یه یهودی همسایه باشن. این داستان در خود اورشلیم، در خود تل آویو، جامعه روشنفکری اسرائیلی باز اونجا آمار گرفتن. اگر ببینن که یه خاخامی داره میاد تو این کوچه خونه بخره، بلافاصله خونه شو میذارن برای فروش، چون میدونن که قیمت این خونه کم میشه به تدریج، این خونه دیگه خریدار نداره. این میزان تضاد، این میزان عدم تعادل
بشر داره کجا میره؟ آقا ساعت چنده؟ ببخشید من خواهش میکنم. بله وقتم تموم شده، صحبتتون رو تمام کنید. این واقعا بشر داره کجا میره؟ قرنها و قرنها زدیم هم دیگر کشتیم، یه دوره ای رسیده که فهمیدیم این کشتنها بیفایده بوده، نباید دیگه این دعوا دیگه بر سر دین نیست، دعوا بر سر این. ببینید چرا؟ برای اینکه این دین قومیت رو تشکیل میداد، ملیت رو تشکیل میداد. اینطور نبود که یه کسی بگه من رومیم و یه کسی هم بگه من ایرانیم، نه، یا یه کسی هم بگه من چینیم، نه، یا آدمایی بودن گفتن ما بودایی هستیم، یا آدمایی هم بودن گفتن ما زرتشتی هستیم، یا آدمایی هم بودن که گفتن ما مسیحی هستیم. حتی شاپور دوم که میخواست با رومی ها به جنگه در غرب ایران کلیسا بیش توسعه پیدا کرده بود، یه عده زیادی مسیحی شده بودن، من چجوری میتونم حالا با روم به جنگم؟ اینها در مملکت من زندگی میکنن، نان من میخورن، ولی از دشمنم حمایت میکنن. پس ما اول باید کلیسا ها رو آتیش بزنیم، اول باید این مسیحی ها رو بکشیم، بعد بریم به جنگ روم. و همین کارم کرد. چرا؟ برای اینکه ملیت وجود نداشت، این مفهوم وجود نداشت که من ایرانیم، من ایتالیاییم، من فرانسویم، من پاکستانیم، نه، من مسلمانم، من یهودیم، من مسیحیم، من بوداییم یا هر چیزی دیگری. اون این بوده. حالا که این عوض شده، رفته و مشخصات توی سوئدی، توی فنلاندی، معیارهای زندگیت، اندازه های زندگیت، همه نشون میده که کلن جامعه تو مسیر خودش رو درست رفته و داره به نتیجه درستی میرسه و این مردم خوشحالن، مرفهن. تو این وسط بلند میشی، کتاب مورد احترام یه مش مردم که عقب افتادن، فقیرند، جز جهادم کار دیگه بلد حساب بکنن، برای چی داری این کارو میکنی؟ وقتی خوب فکرشو بکنی میبینیم یه آدم عاقل این کارو نمیکنه، مگر اینکه یه دستگاه جاسوسی چیزی تحریک کرده باشه که این همچون کاری کرده باشه. کار آدم عاقل نیست. برو به کارت برس، به زندگیت برس، به مردم چه کار داری؟ بله ببخشید، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم جناب شاهین‌فر. حقیقت این هست که اگر از اون آدم بپرسی چرا این کتاب قرآن را آتیش زدی، میگه من به این باور ندارم، این کتاب جعلیه. خیلی خوب باش، این نظر ایشونه. حالا اگر از ایرونی هامون بپرسید که شما این همه کتب بهایی رو آتیش زدید، محلهای عبادتشون ازشون گرفتید، حقوق انسانیشون رو سلب کردید، چرا؟ میگن برای اینکه ما به این دین باور نداریم. خب شما ایرادتون همون ایراده همونه که شما به چه حقی به یکی دیگه ایراد میگیرید که کتاب شما رو یه دونه شد آتیش زده، در حالی که شما یک ملت بهایی ایران رو تا این اندازه عذاب دادید و کشتید و قتل عام کردید. بله اینا هم سختا که داواشون رو آتیش زدید. بله حقیقتش اینه. بله خیلی متشکرم جناب شاهین‌فر از سخنان شما. امیدوار هستم که همه ما پند بگیریم از این مطالب و پیرو دنبال روی چنین افکار و چنین اعمال زشتی دیگه نباشیم، به ویژه هم میهنان عزیز ما. بینندگان عزیز، محبت نور است در هر خانه بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه لانه نماید، که البته امروز این تاریکی و ظلمت است که در سرزمین ما جای گرفته و کارهای مردم ما اون رو نشون میده.
بهایان غالبا این مناجات را می خوانند. هو الله، خداوندا، قلب صافی چون در عطا فرما. عبدالبها عباس. عبدالبها به بهایان می گوید اطمینان به آینده درخشان ایران را در قلوبتان زنده نگاه دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام نور معرفت و دانایی غمام، یعنی ابرهای تیره جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت. و میگوید بهایی بودن یعنی جمیع عالم را دوست داشتن و با کل بشر مهربان بودن، در خدمت به نوع کوشیدن و در سبیل صلح عمومی و ترویج اخوت حقیقی همت کردن. بینندگان عزیز، راه و تفکر و ذهنیت بهایان همین است. امید دارم که ایرانیان ما حتی اگر نخواهند بهایی شوند چنین ذهنیتی بیابند تا بدبختی های سرزمین ما و مردم ما پایان یابد. در هفته گذشته من خدمت شما گفتم که خود رو در رشته جامعه شناسی جز مطالعات شخصی و غیر اکادمیک زی نظر نمی دانم، چون تحصیلات علمی در این رشته ندارم و بحث در این میدان وسیع رو به عهده جامعه شناسان گذاردم. اما از آنجا که همیشه یک دانشجوی تاریخ و فرهنگ انسانی بودم، مایلم به سخنان پیشین خود در زمینه پاره‌ای تحولات اجتماعی و نتایج آن به گواه تاریخ در این برنامه در پیشگاه تاریخ ادامه دهم و البته نقد آن را به استادان جامعه شناسی وامی گذارم. در هفته پیش من پیرامون تحولات شگرفی که در حوزه وجدان عمومی انجام یافت که منجر به پایان دادن تجارت برده و برده فروشی در جهان و پایان دادن به بیگاری بردگان و بردهداری و پایان دادن به آپارتاید یعنی تفکیک نژادی و آوردن نسبی برابری نژادی در جهان شد، با شما سخن گفتم و نشان دادم که چگونه نظام‌های اقتصادی، سیاسی، دینی که در درازای صده‌ها بر مبنای مفروضات عدم برابری انسانی، کمان که هنوزم به مردم ما در ایران میگویند که انسان‌ها با هم برابر نیستند، عدم برابری زن و مرد، کمان که هنوزم در ایران ما چنین می‌آموزند که زن و مرد برابر نیستند، و عدم پذیرش دیگر باوران که آن را بارها از ما شنیده اید و نیاز به مثال از آن ندارید، و عدم دموکراسی و بر مبنای بردهداری بودند این نظام های گذشته بوده، به خواست وجدان بیدار شده یه بخشی، توجه بفرمایید، فقط بخشی از توده های انسانی و به قدرت جبر تاریخ به کناری زده شدند اون تفکرات. و من میخواهم این نوید را بدهم که همون شرایطی که به آن نابرابری ها و بیداد ها پایان داد در بسیاری از نقاط جهان، اکنون درگیر پایان دادن به تبعیض و ظلم علیه بانوان در بسیاری از مناطق جهان من جمله ایران و بیداد مذهبی علیه بهائیان و دیگر بخش های دینی در ایران و
و بر پاداشتن نظامی قانونمند و مردم سالار برای همه ایرانیان در کشور ما در کار است. امید آنکه به زودی شاهد نتایج آن در ایران ما باشیم. گرچه در ظاهر تفاوت‌های بزرگی در بین این وقایع عظیم تاریخ که برای شما برشمردم وجود دارد، ولی یک وجه مشترک هم میان همه آنهاست و آن نقش بیداری وجدان گروهی در اجتماع در به تحقق رساندن این تحولات شگرف و دستاوردهای عظیم انسانی است که بدون تحولی بنیادین در وجدان انسانی و تفکری انسان محور هرگز میسر نمی شد. توجه بفرمایید، این اتفاقاتی که افتاد بسیار عظیم است. هرگز میسر نمی شد. و بهایان ایران با همه ظلم و بیدادی که دیدند، با ایمانی راسخ و قلبی مطمئن و به دور از تعصب و کینه و با عشق فراوان به ایران و ایرانیان، چراغی روشن فراراه وجدانهای بیدار شده ایرانیان گرفتند تا این سرزمین و مردمش به آینده‌ای که شایسته مهد این آیین است برسد، سرزمینی که آیین بهایی از آن برخواسته. ابتدا به ذکر خلاصه آنچه که در هفته پیشین عرض شد میپردازم و سپس به نمونه های دیگری از این تحولات شگرف در دو سده گذشته میپردازم. درباره لغو بردهداری خدمت شما گفتم که روشی که برای هزاران سال در جریان بود و قابل پذیرش برای همه ملل و ادیان در آن زمان، در قرن 17 میلادی گروهی از کویکرهای انگلیسی و گروه‌های مذهبی انجیلی که اینها مردمان مذهبی انگلیس بودند، اینها بردهداری رو که بیشتر به افریقایی‌ها اعمال می‌شد به عنوان عملی غیر مسیحی محکوم کردند. خب شروعش همین بود، برای که در اون دوره جز از راه دین نمی‌شده کاری کرد. و این تلاش آنان در قرن 18 و سپس در قرن 19 با مدد تحولی شگرف در وجدان اعضای مجلس عوام انگلیس، یعنی مردم عادی انگلیس که عضو مجلس عوام هستند، منجر به لغو بردهداری در 25 مارس 1807 شد و در 27 ژوئیه آخرین سفر یک کشتی بریتانیایی برای تجارت برده بود. می‌دانید بردهداری یکی از راه‌های بسیار پردرآمد کشتی‌های انگلیسی بود. سپس آنان با یاری نیروی دریایی انگلیس که در آن زمان بر آب‌های جهان فرمانروایی داشتند، حمله برده از افریقا که محل اصلی تهیه برده بود به سایر نقاط جهان رو بستند. و سپس این کشور از راه پیمانهای گوناگونی که هفته گذشته با شما دونه دونه اونها رو در میان گذاشتم، با سایر کشورهای جهان خرید و فروش برده و بردهداری را که ناقض حقوق بشر بود متوقف کردند. در خود امریکا این عمل منجر به جنگهای داخلی و کشته شدن ده ها هزار امریکایی، صحبت از 100,000 است، و ویرانی وسیع ایالات جنوبی امریکا شد. امریکا در سال 1865 پس از پایان یافتن این جنگ های داخلی میان ایالات جنوبی و ایالات شمالی، پایان بردهداری را اعلام کرد. از اونجایی که پارلمان انگلیس و ملکه انگلیس و نیروی دریایی انگلیس نقش اساسی در پایان دادن به بردهداری را داشتند، من از نامه حضرت بهاءالله به ملکه انگلیس که در حوالی 1868 نوشته شده از سخن گفتم که حضرت بهاءالله ملکه انگلیس رو برای لغو بردهداری
و برپا داشتن مشورت در مجلس عوام ستودند و با توجه به نقش این مجلس و ملکه انگلیس در پایان دادن به بردهداری می‌بینیم ایشان چه نقش پر ستایشی رو داشتند و به همین دلیل نامه ای از حضرت بهاءالله دریافت کردند. مشکل دیگر که در هفته گذشته با شما صحبت کردم مشکل جدایی نژادی بود که بعد از پایان بردهداری هنوز در امریکا وجود داشت و من عرض کردم که مشکلات عظیم نژادی در ایالات متحده پس از پایان جنگ داخلی و آزادی این بردگان که حدود 4 میلیون بودند در سال 1865 اشاره کردم و اینکه سرانجام مشکل تفکیک نژادی با رأی دیوان عالی فدرال ایالات متحده هم در سال 1954 انجام شد و جدایی نژادی در مدارس رو غیرقانونی اعلام کردند و این حکم سیاهان را از یک تبعیض ناروای تاریخی هم نجات داد. و اما آنچه باقی مانده بود مقاومت سفیدپوستان در برابر ادغام نژادی بود که بیشتر در ایالت‌های سابقا بردهدار همچنان به شکل جدی وجود داشت. و اما با پیوستن این بار هم یک کشیش جوان دیگر به نام مارتین لوتر کینگ به اعتراضات سیاه‌پوستان، این جنبش به جنبش حقوق مدنی تبدیل شد و در سال 1960 با تلاش و کوشش مارتین لوتر کینگ و حامیان وی که شامل گروهی هم از بهائیان سیاه‌پوست و سفیدپوست امریکا بود، قانون حقوق مدنی با هدف رفع تبعید نژادی در امریکا تصویب رسید. البته هنوز هم امریکا راهی طولانی در پیش دارد تا مردم امریکا سیاهان را برای خود معادل خود بپذیرد و امید این است که چنین خواهد شد. و اما مطلب دیگر آپارتاید است یا جدا نژادی که واژه‌ای هلندی است و در اصل عبارت از سیاست تبعیضی است که نژاد پرستان کشور جمهوری افریقای جنوبی در افریقا علیه اکثریت سیاه‌پوست و بومیان آن کشور اعمال می‌کردند که بسیار غیر انسانی بود. آپارتاید یعنی جدا نگاه داشتن افراد متعلق به نژادهای سفید. امیر عزیز اجازه بفرمایید تا از بازار آگهی در اینجا بگذاریم و من به این سخن ادامه خواهم داد. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. شرکت جیل ویز به اطلاع می رساند که به دنبال استقبال بی سابقه شما عزیزان، تخفیف بهاری اپلیکیشن جیل ویز تا آخر تابستان 2023 تمدید شده است. شما تا پایان ماه سپتامبر فرصت دارید تا اشتراک 6 و 12 ماهه اپلیکیشن جیل ویز برای تلویزیون های هوشمند را با 25% تخفیف دریافت کنید. برای سفارش با تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا از وبسایت glviz.com دیدن کنید. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به هم زبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. جیل ویز با کمتر از $1000 در ماه آگهی های تبلیغاتی شما را
دقیقاً در استان مورد نظر شما پخش می‌نماید. آگهی‌های جی ال ویز برای تلویزیون‌های هوشمند، تلفن، تبلت‌های اندروید و اپل و نیز وبسایت پربازدید جی ال ویز پخش خواهند شد. این آگهی‌ها علاوه بر ده‌ها کانال تلویزیونی پربیننده بر روی فیلم‌ها و سریال‌های محبوب جی ال ویز نیز دیده خواهند شد. آگهی خود را به جی ال ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. بله بینندگان عزیز، این آپارتاید که برای نگاه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیر سفید بود، اینها رو مجبور می‌کردن که اونها به اقامت در یک محلات و استانهای خاصی قرار بگیرن، محرومشون می‌کردن از کلیه حقوق سیاسی و امکان تحصیل و پیشرفت. در دوران آپارتاید در مناطقی که سیاه‌پوستان مجبور به اقامت در آن می شدند و حق خروج از آن را نداشتند، حداقل امکانات زندگی هم موجود نبود. تا اینکه کنگره ملی افریقا با درخواست ایجاد جامعه آزاد چند قومی علیه نظام آپارتاید برخاست. طرفداران لغو این آپارتاید نژادی تظاهرات آرامی رو به راه انداختند که در اون راهپیمانان سیاه پوست هم شلاق خوردن و حتی در 1960 حدود 69 نفر از اونها کشته شدند. ولی دو تن از مخالفین اصلی آپارتاید استیو بایکو و نلسون مندلا بودند. استیو بایکو به حکومت سیاهان اعتقاد داشت، در حالی که مندلا به حقوق مساوی برای تمامی اهالی افریقای جنوبی معتقد بود. و در سال 1962 ماندلا دستگیر میشه و پس از محاکمه به حبس ابد محکوم میشه و در سال 1990 دو سال قبل از پایان زندانیش در سن 72 سالگی آزاد میشه و مبارزه رو برای حقوق انسانی همه اهالی افریقای جنوبی شروع میکنه. سرانجام رئیس جمهور افریقای جنوبی FW کلرک با او وارد مذاکره میشه و یک سال بعد کنگره ملی افریقای جنوبی در انتخابات آزاد پیروز میشه و ماندلا به ریاست جمهوری میرسه و رژیم آپارتاید در مورد سیاه‌پوستان لغو میشه. بینندگان عزیز، آنچه در ایران ما بر بهائیان میگذرد هم نوعی از تفکیک از نوع مذهبی علیه بهایان است که آنان را از بسیاری از حقوق مدنی مثل کار در ادارات و سازمانهای دولتی و دانشگاه ها، رفتن جوانان بهایی به دانشگاه و آزادی مذهب و بسیاری از دیگر حقوق اولیه انسانی آنها محروم کرده است. البته اکنون همه می دانیم رفتار دولت ایران با بهایان و همچنین با سایر گروه های دینی در ایران مغایر آزادی های آمده در منشور جهانی حقوق بشر است که ما از جناب شاهین پر هفته ها درباره بندهای آن شنیده ایم. ما به امید روزی هستیم که به مدد ایرانیان فرهیخته با وجدانی بیدار شده این ظلم هم به پایان برسه. و اما من امروز مایلم درباره یک تحول شگرف دیگر در وجدان عمومی مردم جهان سخن بگویم و آن دادن حق رأی به زنان به معنی حق شرکت زنان در انتخابات است که از مهمترین رویدادهای تکامل اولیه جنبش‌های مدافع حقوق زنان بوده است، یعنی برابری زن و مرد. هواخواهان حق رأی زنان که سافرجت نامیده می‌شدند
کسب حق رأی را مقدمه مشارکت سیاسی زنان در جامعه می دانستند. در سال 1848 جنبش حق رأی زنان در ایالات متحده آمریکا به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل شد، چرا که وجدان مردم بیدار شد. در سال 1893 نیوزیلند نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. امروزه در میان کشورهایی که مردم می توانند در تصمیمات سیاسی و حاکمیتی دولت خود رأی دهند، تنها کشورهای بوتان، برونی و واتیکان هستند که حق زنان برای شرکت در انتخابات را به رسمیت نشناختند. در نیوزیلند در سال 1893 بود که قانون انتخابات به نفع مشارکت سیاسی زنان تغییر یافت و زنان برای نخستین بار در انتخابات ملی آن کشور شرکت کردند. البته زنان تا سال 1919 در نیوزیلند حق نامزدی در مجلس را هنوز نداشتند. در بریتانیا در سال 1866 بود که دادخواستی به مجلس ارائه شد که در آن زنان خواستار تغییر قانون انتخابات و حق رأی کامل برای زنان بود. جالب است بدانید که این درخواست با اعتراض خشونتبار مخالفینی در پارلمان که معتقد بودند حق رأی زنان بزرگترین خطرات برای انگلستان است همراه شد. پارلمان بریتانیا عقیده داشت که دخالت زنان در سیاست زندگی سیاسی را مبتذل کرده و در این حال ثبات خانواده را از میان می‌برد. بنابراین به دادخواست عمل نکرد. سالیان سال از آن گذشت تا اینکه در 1867 نخستین جامعه ملی حق رأی زنان تأسیس میشه. اعضای این جامعه که سفرجت عرض کردن معروف شده بودند، هواخواه حق رأی زنان بودند. در سال 1903، ببینید چقدر زمان گذشته، جنبش حق رأی زنان توسعه بیشتری پیدا میکنه و به تظاهرات خیابانی و راهپیمایی های فراوانی منجر میشه. در یک اجتماع فضای باز در ژوئن 1908 در لندن بیش از 500 هزار زن طرفدار حق رأی زنان حضور یافتند. امیلین پنکهرست از شخصیت‌های برجسته هواخواه حق رأی زنان بود و معتقد بود حق رأی زنان زندگی سیاسی را اساساً دگرگون خواهد کرد. بله، دگرگون خواهد کرد و حس جدید نوع دوستی و اخلاق را به وجود خواهد آورد. میبانید این جنبه مثبت تغییر در جامعه است. و در سال 1910 بود که پیوند عمیقی بین هواخواهان حق رأی زنان در بریتانیا و ایالات متحده ایجاد میشه. و سرانجام در سال 1918، تقریبا 100 خورده ای سال پس از آن که این فعالیت ها شروع شد، بریتانیا حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. البته سن رأی برای زنان بریتانیا بالای 30 سال بود، در حالی که مردان می توانستند پس از 20 سالگی در انتخابات شرکت کنند. و در سال 1921 حدود 1/3 زنان بریتانیا برای نخستین بار در انتخابات ملی شرکت کردند. می‌بینید که چه واقعی عظیمی بوده است، چه تحرک عظیمی و چقدر تلاش و وقت گرفته است تا وجدان خفته مردم در این باره بیدار بشه. در ایالات متحده آمریکا در سال 1820 بیش از 2000 زن آمریکایی به دولت یک تقاضانامه‌ای برای اعطای حق رأی برابر با مردان می‌دهند که البته همون گونه که انتظار دارید مورد اعتنای دولت واقع نشد. در سال 1910، یعنی 90 سال بعد از آن، زنان امریکا راه پیمایی ها و تظاهراتی وسیع رو
در چند ایالت امریکا سامان میدند و در سال 1920 یعنی 10 سال پس از آن وودرو ویلسون که رئیس جمهور وقت ایالات متحده بود 19 متمم قانون اساسی آن کشور را به مجلس سنای امریکا میرساند که بر اساس آن تمام زنان امریکا حق رأی برابر با مردان یافتند. باز هم توجه کنید که بیداری وجدان چقدر اهمیت داشته و این بیدار شدن عمومی چقدر وقت میگیرد. و اما در ایران ما پس از پیروزی انقلاب مشروطه که من در هفته آینده مفصلا راجع به انقلاب مشروطه به عنوان یکی از تحولات عظیم در تاریخ ایران صحبت خواهم کرد، در سال 1906 در نخستین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی همان گونه که باور دارید و انتظار دارید زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم بودند. در نظامنامه مجلس شورا زنان خارج شدگان از دین اسلام معمولا بهائی ها، دیوانگان، تبعی خارجه، دزدان و قاتلین، گدایان و متکدیان و اشخاصی که کمتر از 20 سال داشتند اینها فاقد حق رأی شناخته شدند. و اما وقتی مشاوران نخست وزیر ایران محمد مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند و باز هم همون گونه که می دانید علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است، این نظر طلاب و بزرگان علمای زمان بود. اما یکی از این علما سید ابوالقاسم کاشانی در سال 1330 در پاسخ به یکی از خبرنگاران صریحا اعلام کرد شرکت زن در انتخابات منع شرعی ندارد، خب الحمدلله، ولی زنان ایران رشد اجتماعی کافی ندارند و به این جهت مستعد و قابل مداخله در انتخابات و رأی دادن نیستند. خب البته از خودشون اگر میپرسیدند چرا زنان این رشد اجتماعی رو نکرده بودن، برای این بود که اجازه تحصیل به اونها نداده بودن، مدرسه برای اونها نبود و غیره. و اما در دور دوم مجلس، مجلس ملی، زکاالملک که محمد علی فروغی است که ایشون مقامات مختلفی در مملکت داشتن و سید حسن مدرس حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار دادن تا این اندازه. حسن مدرس هشدار داد که اعطای حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. می‌بینی که تقریبا 150 سال قبل از آنها پارلمان انگلیس هم چنین رأی می‌داد. هنگامی که طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند، یک نفر کشته و 12 مجروح شدند. بله، چه تاریخ ننگینی. در سال 1341-1962 میلادی میشه دولت لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو به تصویب مجلس رساند. این در دوره حیات من است. بله. بر اساس این لایحه زنان اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا کردند. اما جناب روح الله خمینی، مرحوم روح الله خمینی، در تلگرافی به محمد رضا شاه پهلوی شاه زمان به مخالفت با 3 لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اعطای حق رأی به زنان ایرانی اعتراض کرد. البته بعداً حامیان جناب خمینی سالها بعد این استدلال کردند که او بارها تأکید کرده که با اصل حق رأی زنان مشکلی ندارد، بلکه با سیاستهای محمد رضا که آنان را به فساد می کشاند مخالفت دارد. خب باید فساد رو هم البته تعریف کرد.
در آستانه انقلاب ایران خود جناب روح الله خمینی با چرخش نظر خود مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین با اسلام تلقی کرد و با مشارکت سیاسی زنان دیگر مخالفت نکرد، بلکه اون رو هم تقویت کرد و زنان را قهرمانان و تلیعه‌داران این پیروزی معرفی کرد. خب الحمدلله در دوران جمهوری اسلامی کاندیداتوری زنان جهت ریاست جمهوری همچنان از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تفسیر می شود، مانعی قانونی که همچنان بر سر راه زنان همچون مقام هایی که نیاز به اجتهاد فقهی دارند مانند رهبری، ریاست قوه قضاییه و وزارت اطلاعات هنوز هم باقی است. و اما ببینیم در سایر نقاط دنیا زنان چه مشکلاتی داشتند و چگونه آنها را حل کردند. در ایتالیا در سال 1919 نخستین دادخواست زنان ایتالیایی برای حق رأی به مجلس ایتالیا ارائه شد و در سال 1925، 6 سال بعد از اون، ارزش رأی زنان نصف رأی مردان قرار گرفت. خیلی جالبه. با به قدرت رسیدن موسولینی زنان از شرکت در انتخابات هم منع شدن. تمام شد رفت. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 بالاخره زنان ایتالیا حق رأی برابر با مردان را کسب کردند. 1945 در هند کنگره ملی هند به رهبری مهاتما گاندی از حق رأی زنان پشتیبانی کرد. میدانین گاندی نظریات بسیار پیشرفته ای داشته است و بسیاری از آن ناشی از آشنایی او با آموزش های بهایی بوده است. پس از استقلال هندوستان در سال 1950 زنان هندی برای نخستین بار حق رأی به دست آوردند. در ژاپن در سال 1945 که نیروهای متفقین ژاپن را شکست دادند، پس از آن در 1947 دو سال بعد تظاهرات سراسری در ژاپن به طرفداری از حق رأی زنان سازماندهی شد. سرانجام در سال 1948 قانون اساسی جدید ژاپن حق رأی برابر زنان را به رسمیت شناخت. چین پس از تأسیس جمهوری خلق در 1949 زنان برای نخستین بار حق شرکت در انتخابات را یافتند. در عربستان سعودی علمای مذهبی رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت می دانستند، یک چیز عمومی در دنیا و به خصوص در دنیای اسلام، و دولت عربستان سعودی اعلام کرده بود که زنان فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت درباره نامزدهای انتخاباتی هستند. ولی در مهر 1390 پادشاه عربستان اجازه رأی زنان را صادر کرد. در عمان در جنوب خلیج فارس در انتخابات مجلس شورا که در سال 2003 انجام پذیرفت زنان برای نخستین بار اجازه شرکت داشتند. در این انتخابات 95,000 زن عمانی شرکت کردند و 15 زن نامزد انتخابات بودند. در بحرین در نخستین انتخابات در سال 1973 تنها مردان حق رأی داشتند. در سال 2002 دولت بحرین برای نخستین بار از مشارکت سیاسی زنان در انتخابات پشتیبانی کرد و در انتخابات شورای شهر که همان سال برگزار شد زنان حق انتخاب کردن و انتخابات شدن را داشتند. در امارات متحده عربی در دسامبر 2006 بالاخره زنان حق رأی یافتند. در اتحاد جماهیر شوروی پس از انقلاب اکتبر بود که زنان حق رأی پیدا کردند. برابری دستمزد، ازدواج عرفی، درخواست طلاق و غیره، حرامزادگی رو لغو کردند، سقط جنین رو قانونی کردند و همون سال هم به زنان حق رأی دادند.
حضرت عبدالبها می فرمایند امروز بنی آدم را دشمنی مخوفتر و مهلکتر از نادانی، خرافات و تعصب نیست. همان گونه که در طول این دوران تاریخی که عرض کردم دریافته اید. امروز شجاع آن نبوده که با تیغ و شمشیر به لشکر دیگر زند. شجاع آن کسی است که برخواسته های دنیوی و نفسانی خود غلبه کرده و به سلاح دانش و آگاهی و خلوص نیت به جنگ تاریکی جهالت شتابد. امیدوارم محبت عظیمی بین شما مستقر شود و این محبت روز به روز افزایش یابد. همه شما را در اینجا جمع کردم، خطاب به گروهی از بهایان، تا به همین صورت در ملکوت الهی جمع شوید و یکدیگر را خیلی خیلی دوست بدارید. اگر همدیگر را آنطور که باید دوست بدارید، درست مثل این است که مرا آنگونه که باید دوست داشته باشید. هرچه بیشتر یکدیگر را دوست بدارید به من نزدیکتر خواهید بود. بله. بینندگان عزیز، تا چنین تحولات عظیمی در انسان پیش نیاید، چنین اقدامات عظیمی که در تاریخ شاهد آن بوده ایم پیش نخواهد آمد. و این تحولات عظیم هنگامی پیش می آید که انسان خود رو از قید خرافات و نادانی ها به دور بگیره، فکر بکنه، به تاریخ خود و تاریخ ملت های دیگه بیندیشه و از همه مهمتر انسان محور بشه. نه ملت محور، نه دین محور، بلکه انسان محور. اگر ما انسان محور شویم و همه از خود این سوال رو بپرسیم که دیگری هم انسانی است چون من و هر آنچه من حق دارم او هم حق خواهد داشت، چه انسانی با مذهبی دیگر، چه انسانی از نژاد دیگر و چه انسانی از جنس دیگر، تا زمانی که این انجام نشود مشکلات برطرف نخواهد شد. من با مثالهای فراوان به شما نشان دادم که تا کنون با این تحولات در وجدان بیداری وجدان انسان، بشر موفق شده است قدمهای عظیمی رو برداره که در گذشته غیر قابل تصور بود. ما باز هم به پایان وقت امروز میرسیم. من شما را به ایزد مهربان میسپارم. برای ایران آزادی و آبادانی و آبادی، و برای همیهنان عزیزم آزادگی آرزو دارم. بدرود. من هم شب و روز همه شما دوستان عزیزم رو، هموطنانم رو خوشی و نیکی و سلامتی آرزو می‌کنم.